سلام، اینجا ایرناست و این برنامه تجربه ایرانی. من در این برنامه با بزرگان فکر و فرهنگ ایران گفتگو میکنم تا از تجربه هاشون و تلاش هاشون برای اعتلاء و ارتقای ایران بپرسم. نخستین قسمت این برنامه اختصاص داره به گفتگو با استاد دکتر مهدی محقق. ایشون امروز 10 بهمن 1398 گام به 90 سالگی میذارن و ما در شادباش این روز به گفتگو با ایشون میشینیم. آقای دکتر محقق، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و اجازه دادید که ما خدمتتون برسیم. خواهش میکنم. از در واقع تجربه اولتون بپرسم که شما در مشهد متولد شدید، در کجا درس خوندید و چطور به درجه اجتهاد رسیدید؟ در مشهد متولد شدم در سال 1308 و 6 ساله بودم که واقعه مسجد گوهرشاد رخ داد و پدرم چون که منبر رفته بود در مسجد گوهرشاد بر علیه رضاخان صحبت کرده بودن، ایشون رو به زندان فرستادن. 3 سال و 10 روز ایشون در زندان بودن و ما از نعمت پدر محروم بودیم. در مشهد تا اونجا که یادمه کلاس اول و دوم ابتدایی رو گذروندیم تا وقتی که پدر ما از زندان مرخص شدن و آمدیم به تهران. کلاس سوم ابتدایی رو به بعد در تهران بودیم. بعد من از در حقیقت بعد از کلاس هفتم تحصیلات رسمی رو رها کردم و رفتم دنبال تحصیلات حوزوی، همین درس‌های طلبگی و آخوندی. از این جهت بود که استادان بزرگی داشتیم در تهران، مرحوم هاشم‌منطقی آملی که در همون وقتی که استاد من بودن استاد آیت الله جوادی آملی هم بودن، استاد حسنزاده آملی هم بودن و همچنین استادان دیگری داشتیم، مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی و اسد کاظم عصار که استاد دانشگاه بود که مؤمن بودن. حتی میگفتن که اگر عصار نمیامد به دانشگاه تهران استاد بشه، بعد از مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید میشدن. یعنی این مقدار علم و فضلشون بالا بود. و بعد خدمت این اساتید و مرحوم الهی قمشه‌ای ما درس خوندیم و با سفارش همین استادان مرحوم آیت الله کاشفرقاطع و من تصدیق اجتهاد دادن و این تصدیق را هم آیت الله سید محمد تقی خونساری گواهی کردن، پاش نوشتن ما رقم صدر عن اهله و وقع فی محله فهو اهل لما ستر فی حقه. این از اهلش صادر شده، این یاد داشت و در محلش قرار گرفته و این فرد سزاوار اون چیزیست که در بارش نوشه. آسمان‌تقی خونساری استاد مرحوم امام راحل بودن، آسمان‌تقی خونساری چون که دو تا خونساری بودن، سید احمد خونساری بودن که در تهران پیش نماز مسجد سید عزیزالله بودن در بازار، آسمان‌تقی خونساری از مراجع تقلید بودن در زمان آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی و آیت الله حجت از مراجع تقلید بودن. برای این بود که این تصدیق اجتهاد من به وسیله ایشون صادر شد و گواهی شد. و ظاهراً هایتون شما بین سالهای 26 تا 32 مؤمن بودید. بله. و بعد چی شد که لباس روحانیت رو کنار گذاشتید؟ نه، مؤمن شدم که من چون که رفتم مشهد پیش ادیب نیشابوری درس بخونم. بله. در مدرسه زندگی میکردم. شرط مدرسه هم این بود که اون کسانی که در مدرسه هستند و حقوق میگیرن از مدرسه باید مؤمن باشن. خب من اونجا مؤمن شدم. بعد که چند سال گذشت و اینا، من هدفم این بود که استاد دانشگاه بشم و اینا، لزومی نداشت که دیگه مؤمن باشم و حتی ابلاغ دبیری من به وسیله به توصیه آیت الله صدر العاصم کاشانی
نوشته شد. ایشون تکیه کلامشون کلمه بی سواد بود، دالش هم به صورت تک اغلب تلفظ بی سواد شکار میکنی. میگفتم درس میخونم. گفت بس همون مقدار که درس علم جا کردی، برو بچه های مسلمان ها رو درس بده. بعد من گفتم حضرت آیت الله من مشکل دارم. گفت بی سواد چیه مشکلت؟ گفتم من عمامه دارم، من اگه خواستم برم درس بدم باید دبیر بشم، دبیر بشم باید برم تو صف کسانی که داوطلب دبیری هستن، تو صف خانم های بی حجاب و دختر های بی جوراب واسم با این عمامه. گفت بیا بی سواد یک توصیه می نویسم، یک سره برو پیش رئیسشون. یه توصیه نوشتن برای من، رفتم پیش دکتر بهمن کریمی، رئیس آموزش متوسطه بود، که بعد دبیر شدم. دبیر دبیرستان البرز بودم و دبیرستان ابو مسلم. و بعدا دیگه لزومی ندیدم که من مؤمن باشم، چون که اگه مؤمن میموندم باید شغل مرحوم پدرم رو داشته باشم که واعظ بودم. خب من ترجیح دادم که استاد باشم. درسته که استادی و واعظ هر دو از یک مقوله است. واعظ میره رو منبر برای مردم صحبت میکنه، برای عامه مردم، برای استاد برای یه عده خاصی درس میده. این بود که بعد دیگه عمامو برداشتم، دیگه میخواستم دانشگاه برم. و این بود که بعد من دو رشته هم الهیات و هم ادبیات. چه سالی وارد دانشگاه تهران شدی؟ 1326 با مرحوم شهید بهشتی با هم وارد شدیم و امتحان ورودی دادیم. اون وقتا اینطور بود که کسانی که تحصیلات قدیمی داشته باشن کنکور دانشگاه الهیات رو میدادن و در وسطش معرفی میشدن، شیشه ادبی میگرفتن. این بود که من و مرحوم دکتر شهید بهشتی به این کیفیت وارد دانشگاه شدیم. چون که دانشگاه معقول و منقول الهیات دکتری نداشت، من برای اینکه بتونم دکتری بگیرم و استاد دانشگاه باشم، رفتم دانشگاه ادبیات یا لیسانس دوم گرفتم که دکتری متعاقبش باشه. که رفتم دانشگاه ادبیات، لیسانس ادبیات شدم، بعدم وارد دکتری شدم و دکتر که شدم با همون دکتری ادبیات من وارد دانشگاه شدم. عنوان پایان نامه دکتریتون چی بود؟ پایان نامه دکتری من تحقیق در دیوان ناصر خسرو بود. در دانشگاه الهیات پایان نامه میخواستم درباره محمد ابن زکریای رازی و جنبه فلسفی رو بنویسم، چون بعدها کتابش کردم. فیلسوف ری محمد ابن زکریای رازی، همونی که کتاب سال شد قبل از انقلاب، بله، در سال 1349. ولی اون تز رو نگذروندم، چون که دیگه الهیات احتیاج نداشتم. من با همون دکتری ادبیات استاد دانشگاه شده بودم، دانشیار شده بودم که متعاقبشم استاد شدم. آقای دکتر، گفتین که پایان‌نامه دکتریتون در مورد ناصر خسرو بود. چه پژوهشی در مورد ایشون انجام دادید؟ بعد چاپ کردم تحلیل اشعار ناصر خسرو، یه فصلش مأخذ آیات قرآن در دیوان ناصر خسرو بود، یه فصلش مأخذ حدیث بود، یه قسمتش مأخذ ادبیات عرب و ضرب المثل های عربی بود و چاپ شد تحت عنوان تحلیل اشعار ناصر خسرو. شد به چاپ چهارم پنجم هم رسید، دانشگاه چاپ کرد، الان هم دارن. استاد راهنمای شما مرحوم فروزانفر بود؟ نه، مرحوم دکتر معین بودن. و اولین تزی هم بود که قبول میکرد مرحوم دکتر معین. تو اون دوره چه کسانی استاد شما بودن؟ در دانشگاه خب مرحوم دکتر ذبیح الله صفا بودن، مرحوم دکتر خانلری بودن، مرحوم دکتر معین بودن، از قدما استاد جلال الدین همایی بودن، استاد بدیع‌الزمان فروزانفر بودن، استاد مدرس رضوی بودن. خب و از بین این کسانی که شما در دانشگاه محضرشون رو درک کردید، چه کسی روی شما بیشترین اثر رو گذاشته یا شما بیشترین علاقه رو بهش داشتید؟
خب بعدی زمان فروزانفر و جلال الدین همایی اینا دیگه استاد درجه یک بودن، به علت اینکه تحصیلات طلبگی داشتن، اینا آخون بودن قبلا، هم فروزانفر هم جلال الدین همایی از نظر علم واقعا کم نظیر بودن. درسته که اونایی که بعد از اینا آمدن عربی دانی و اسلام شناسی اینها رو نداشتن، ولی در برابر دکتر معین و دکتر زبان خارجی بلد بودن که فروزانفر و همایی زبان خارجی نمیدونستن یا زبانهای باستانی میدونستن که اونا نمیدونستن. این بود که استادان ما اینا بودن. آیا تو اون سالها که در تهران بودید در کجای تهران شما اقامت داشتید؟ در خیابون ری کوچه دردار، آخر کوچه دردار نزدیک مسجد سنگی. آها، اونجا حضور داشتید. خب علی تو بریم سراغ یک بخش دیگه از تجربه زندگی شما، در واقع حضور شما در کتابخانه ملی و اگر اشتباه نکنم مدیریت بخش کتب خطی رو داشتم. سه سال از 37 تا 40 من مدیر کتب خطی اونجا بودم و خیلی هم خدمت کردم. به این کتاب‌های خطی هیچ فهرستی نداشت تا قبل از من. اگه کسی میتونست کتاب مثلا 10 میلیون تومانی رو برداره به جاش کتاب 2 تومانی بذاره جاش، ولی من برای هر کتاب شناسنامه معین کردم که غیر قابل تغییر بود. خدمت رو من اونجا کردم. این اون زمانی بود که مرحوم ایرج افشار رئیس کتابخانه ملی بود؟ نه، مرحوم دکتر بیانی بودن. دکتر مهدی بیانی بودن که بنیانگذار کتابخانه ملی هم هستند. نه، کتابخانه ملی، کتابخانه ملی فرهنگ قبلش هم بود، ولی خب زمان دکتر مهدی بیانی بود که قبل از من هم مرحوم سید جلال محدث ارموی در اون قسمت بودم. بود من 3 سال از 37 تا 40 اونجا بودم که بعد دیگه منتقل شدم به دانشگاه تهران به عنوان دانشیاری و که بعدش هم استاد شدم. در دانشگاه ادبیات؟ بله، تدریس رو شروع کردید. در دانشگاه استخدام شدم، دکتر ادبیات بود. اون زمان چه کسی رئیس دانشگاه بود؟ رئیس دانشگاه دکتر فرهاد بود. بله. و من یادم همون سالی که دعوت شده بودم که برم دانشگاه لندن درس بدم، میبایست اول مهر در لندن بوده باشم، ولی بعد یه 2-3 ماه گذشته بود، خدا رحمت کنه مرحوم علی اصغر خان حکمت که هم وزیر فرهنگ بود هم وزیر خارجه بود به من رسید گفت بگه تو قرار نبوده است بری در دانشگاه لندن درس بدی، چطور هنوز ماه آبان 1-2 ماه گذشته اینجا هستی؟ گفتم که استاد منتظر دکتر صفا رئیس دانشگاه هستیم که بیاد امضا بکنه. من چیزی از ایشون نخواستم، ولی این پیرمرد خودش اساس‌زنان از پله‌های دانشگاه دبیرخانه دانشگاه رفت بالا پیش دکتر فرهاد، گفت یک استاد جوان شما رو دانشگاه معتبر خارجی دعوت کرده، حالا نبایستی که منتظر بمونه که دکتر صفا رئیس دانشگاه، تو رئیس دانشگاه هستی بنویس که بره. یعنی کسانی بودن که واقعا دانشگاه رو خانه خودشون میدونستن، میدونست که آبروی مملکت ما در گرو این هست، که اونو دعوت کردن از من برم اونجا بگن که در دانشگاه تهران کسی نیست که امضا بکنه، چون که دکتر صفا رفته مسافرت. این مدیون علی اصغر خان حکمت بود که هم وزیر فرهنگ بود در زمان رضا خان و هم وزیر خارجه شد و آدم فاضل و دانشمند بود، که ما تفسیر کشف الاسرار رشید الدین میبودی رو زیر نظر ایشون تصحیح می‌کردیم. خب حالا تو چی شد که رفتید به دانشگاه لندن و مدرسه سواز؟ اونا یه معلم فارسی می‌خواستن مشروط برای اینکه عربی هم بدونه، و در میان کسانی که دکتری ادبیات فارسی داشتن به جز من کسی دیگری نبود که گفتن، چون که ما اونجا دانشجویان عرب رساله دکتری میگذرونن با 3 نفر هم از ایران باشه و به جز من کسی نبود که عربی دانم باشه. چطور مطلع شدید از اینکه اونها معلم میخوان؟
رئیس دپارتمان شرف آمده بود تهران، من کتابخانه ملی بودم. بله. او گفت که هنوز همین کتابخانه که فهرست نداره. گفتم خب شما چه کتابی رو میخواییم؟ گفت مگه شما کتابخانه که فهرست نداره میدونی که میتونین پیدا بکنین؟ گفتم شما موضوعتون رو بدین. گفت کتابای خطی که مربوط به اجتماعیات در دوره قاجاره. گفتم شما شنبه بیان. شنبه که آمد 5-6 تا کتاب کنار گذاشته بودم و بعد یه سخنرانی هم داشتم، تأثیر زبان فارسی در عربی حاضر شده بود، ما رو دعوت کرد با اینکه ما زبان انگلیسی نمیدونستیم. او گفت که شما که زبان عربی که اینقدر مشکل هست اینقدر تسلط دارید، زبان ما که زبان آسونی هست به 2-3 ماه میتونید مسلط بشید. این بود که دعوتم کردن، رفتم دانشگاه لندن، 2 سالم در دانشگاه لندن بودم. و بعد دوباره برگشتید به دانشگاه تهران؟ برگشتم. بله. اون 2 سال چه سالهایی بود؟ 40 تا 42. درست. و بعد شما برگشتید تهران و؟ 42 43 44 رفتم دانشگاه مگیل. چون اونجا استادی میخواستن که علوم اسلامی رو به زبان انگلیسی درس بده، یا کسی نبود که کسی که هم علمش رو بلد باشه، علم فقه رو بلد باشه، اصول فقه رو بلد باشه، فلسفه رو بلد باشه و به زبان انگلیسی. خب ما توفیق پیدا کردیم که شرح منظومه حاج ملله هادی سبزواری رو که کتاب درسی فلسفی بود به زبان انگلیسی ترجمه بکنیم. در نیویورک چاپ شد شرح منظومه حاج ملله هادی سبزواری که مرحوم شهید مطهری به فارسی ترجمه کرده بودن. دکتر، این بخش زندگی شما به نظر میاد بخش خیلی مهمی، با توجه به اینکه شما هم اینجا با ایزوتا آشنا میشید و بعد وقت میاد تهران و شعبه مؤسسه مطالعات اسلامی رو در دانشگاه تهران تأسیس میکنید. بله، بعد از اینکه من از کانادا برگشتم، اونجا یه استادی بود، استاد زبردستی بود به نام پروفسور توشیهیکو ایزوتسو. بله. ژاپنی بود که کتاباشم 9 تا کتابش به فارسی ترجمه شده، خدا و انسان در قرآن، مفاهیم دینی و اخلاقی در قرآن. او به درس من حاضر میشد در کانادا که درس میدادم و با او شروع کردیم به ترجمه حاج ملله هادی سبزواری و بعد از 800 سال اولین کتابی بود که از عالم اسلام به خارج میرفت. 800 سال پیش اغراض مابعد الطبیعه ابن رشد به لاتین ترجمه شده بود. از اون زمان بعد چیزی از عالم اسلام به خارج نرفته بود و ترجمه ما در نیویورک چاپ شد و ایزوتسو برای اینکه ادامه بده همکاریشو با من، چون بعد ما اصول فقه هم ترجمه کردیم به زبان انگلیسی که چاپ نشد هنوز، و آمد به تهران. 5 سال تا زمان انقلاب ایزوتسو در تهران بود و 9 تا کتابش به زبان فارسی ترجمه شد، خدا و انسان در قرآن، مفاهیم دینی و اخلاقی در قرآن، مفهوم ایمان در قرآن، صوفیسم انتاویسم، مقایسه تصوف ابن عربی با عرفان چینی. تقریبا 9 تا کتابش من در شرح حال ایزوتسو نوشتم، استاد درجه 1 بود و مون تا انقلاب اینجا بود. در بعد دیگه انقلاب شد و اینا، یه مدتی هم در انجمن فلسفه درس میداد که همین آقای دکتر اعوانی و پورجوادی و چیتیک و اینا شاگردش بودن، استاد درجه 1 بود. اون به جهت اینکه همکاری با من داشته باشه شغل خودش رو در ژاپن استعفا داد و بعد خیلی هم تعجب کردن که این چه جاذبه ای بوده. حتی سفیر ژاپن در ایران گفت که آمد وقتی با من مصاحبه کرد و اینا، گفت که من فکر میکنم که پروفسور ایزوتسو که شغلش اونجا رها کرد آمد اینجا، یه جاذبه ای در شما بوده که او رو کشونده اینجا. و گفت حالا جاذبه ای بوده یا دافعش رو من نمیدونم، ولی خب اون خیلی علاقه من شد و در تمام درسای منم حاضر میشد، با اینکه خودش عربی دان بود، عضو فرهنگستان مصر بود، عربیش درجه 1 بود. یگانه کسی است که قرآن رو تحلیل زبانشناسی کرده، تحلیل به حساب چی میگن، سمانتیک میگن،
سمانتیکی کرده قرآن رو. استاد درجه یک بود و بود تا انقلابم اینجا بود تو انجمن فلسفه. ما پول نداشتیم بهش بدیم که بمونه، موند. خیلی هم ایران رو دوست داشت، رفت انجمن فلسفه، اونجا درس میداد و همین آقای پور جوادی و اعوانی و اینا پای درسش میامدن. خب آجاتون مؤسسه مطالعات اسلامی که در دانشگاه تهران تأسیس شد، ظاهراً چند بار دفترش عوض شد و البته در سالهای قبل از انقلاب هم خیلی فعالیت گسترده‌ای داشت. بله، قبل از انقلاب خب ما دستمون بازتر بود، دانشمندان بزرگی رو دعوت کردیم، سخنرانی کردن. پروفسور لوی گارده استاد دانشگاه سوربن بود که شخصیتی بود، کتابشون به فارسی ترجمه شده، امت مسلمان، که در سخنرانی او مرحوم دکتر شریعتی را ما دعوت کردیم بیاد سر سخنرانیش. پروفسور ریچارد والزر بود که مقاله افلاطون و اینا رو در دارالمعارف اسلام نوشته بود. مونتگومری وات بود که کتاب محمد در مکه، محمد در مدینه رو نوشته بود. ما 5-6 تا استاد خارجی رو تونست دعوت کنیم به همین شعبه مؤسسه. شعبه مؤسسه هم با تجویز هیئت امنای دانشگاه مکگیل تأسیس شد. یعنی و خب وزارت علوم و وزارت خارجه اینجا اجازه دادن که الان هم وجود داره مؤسسه. دارن همه هم برای مراسم افتتاحیه‌اش اومدن، سفیر کانادا و بله، سفیر انگلیس، سفیر کانادا، عده زیادی اومدن. و الان فعالیت مؤسسه چگونه است دکتر؟ فعالیت علمیش پا بر جاست. ما در حدود 40-50 تا کتاب چاپ، قبسات میرداماد رو چاپ کردیم. بسیاری از دانشمندان ناشناخته کتاب‌هاشون رو در اونجا چاپ کردن. کلاساتون هم هنوز برپا هسته؟ کلاس هم اغلب اگه درسی بدم اونجا بدم. قبل از انقلاب خب رونق بیشتری داشت و شاگردا میامدن اونجا درس میخوندند و بعد از انقلاب هم همینطور ادامه داشت. من یه درس طلبگی من همیشه میدادم، شرح منظومه حاج ملله هادی سبزواری. وقتی دانشگاه ها به جهت انقلاب فرهنگی تعطیل شد، چند تا از شاگردای من آمدن پیش من که هر کدومشون الان یکی از دانشمندان مملکتن. آقای بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی، عبدالحسین آذرنگ، موسوی گرمورودی، عطاءالله مهاجرانی، اینا آمدن پیش من. گفتن دانشگاه اون نیست که حتما میز و نیمکت داشته باشه و گچ و تخته داشته باشه، هر جای معلمی درس بده، شاگردی هم با اشتیاق یاد بگیره، خودش دانشگاهه. این بود که من یه درسی شروع کردم برای اونها، شرح منظومه حاج ملله هادی سبزواری رو برای اینها درس میدادم. منظومه همدانی بود، کامران فانی بود، 5-6 نفر بودن. و در محل مؤسسه روزای سه‌شنبه، یک شنبه و سه شنبه درس میدادم. شما تا چه سالی در دانشگاه تهران تدریس کردید؟ تا 1360. قوانین دانشگاه تهران برخلاف دانشگاه های مترقی دیگه، اون وقت گفتن که استاد در 60 سالگی یا 65 سالگی باید بازنشسته بشه. خب ما رو بازنشستگی اجباری کردن، ولی در همین مدت من مالزی درس دادم، آکسفورد درس دادم، لندن درس دادم، مؤسسه اسماعیلی لندن درس دادم. خب فایدهش اونا بردن، در حالی که در خارج استاد تا وقتی بتونه درس بده میتونه درس بده، ولی اینکه تو رخت خواب باشه شاگردا بیان اطرافش. شما در آکسفورد و مالزی هم علوم اسلامی رو تدریس کردید؟ بله، در آکسفورد یه شاگردی داشتم که او با او یه کتابی رو ترجمه می‌کردیم. در مالزی رسما درس می‌دادم. همین الانم برای رئیسش بزرگداشتی دارن می‌گیرن، من رو دعوت کردن که در بهمن ماه برم مالزی. تقریباً 5 سال، سال یک ترم می‌رفتم به مالزی. و 12 تا کتاب رو چاپ کردم از دانشمندان ایرانی به خرج دولت مالزی در تهران.
و این سابقه نداشته که مثلا اغلب استاد از طرف وزارت علوم میره، خرجش هم دولت ایران میده. ولی من علاوه بر اینکه یک شاهی از دولت ایران نگرفتم، 12 کتابم به خرج دولت مالزی در تهران چاپ کردم، بعضیش فارسی بعضیش عربی بود. یک سوالی از دوران مؤسسه مطالعات اسلامی برای من باقی موند، اون ارتباط شما با اسلام شناسانی مثل هانری کوربن و لندورت بودش و احتمالاً باز خیلی کثیری از اسلام شناسان. ارتباط اینها با در واقع جامعه فلاسفه ایرانی رو شاید شما برقرار کردید. بله، همین آقای ایزوتسو که اینجا بود علاقه من شد که آیت الله رفیع قزوینی رو ببینه، که من بردمشون. آیت الله رفیع قزوینی رو دیدون. خب اونا فکر نمی کردن مثلا یه استاد ژاپنی سرش بشه فلسفه اسلامی ایرانی رو. حتی یه وقتی آقای اینجا پیش نماز مسجد شفا هستن در یوسف آباد، آقا رضی شیرازی صحبت کردیم، گفتم که استاد ژاپنی ما داریم به نام ایزوتسو کتابی نوشته بنیاد حکمت سبزواری به انگلیسی که من دادم آقای مشتبهی ترجمه کرد. حاج آقا رضی گفتن که حوزه دیده. گفتم حاج آقا مگه شکر میکنم که رحمت خداوند فقط از حوزه به مردم میرسه؟ شروع کردم باهاشون. بعد کتاب رو که دادم گفت الحق فهمیده سبزواری رو. گفت خب ما همینو میگفتیم که رحمت خداوند فقط از طریق حوزه نمیرسه، ممکنه که حوزه هم نرفته باشه ولی خونده باشه. کتاب ایزوتسو در مقدمه شرح منظومه که من چاپ کردم نوشته بود به انگلیسی The Basic Structure of Subsevaries Metaphysics. اونو دادم آقای دکتر مشتبهی ترجمه کرد تحت عنوان بنیاد حکمت سبزواری که چند بارم دانشگاه چاپ کرده. خب آقای دکتر، بریم به سراغ سالهای بعد از انقلاب و تجربه حضور شما در تأسیس دارالمعارف تشیع و همینطور دارالمعارف اسلام. دارالمعارف تشیع این بود که همین دانشگاه هایی که تعطیل شد، همین دوستانی که اسم بردم که پیش من درس میخوندن، خرمشاهی و فانی و معصوم همدانی اینا، آمدن اونا پیشنهاد کردن که شما سرپرستی بکنین، ما دارالمعارف تشیع رو چیز کنیم. بعد من یک کتابی چاپ کردم، طرح تدوین دارالمعارف تشیع. یک جلدش رو بردم خدمت حاج آقای خامنه ای رهبر معظم. ایشون فرمودن که خب دارالمعارف تشیع به جای خود شما پیشنهاد یک دارالمعارف اسلامی بدین، که من پیشنهاد دادم، ایشون هم قبول کردن که الان حدود 13-14 جلدش چاپ شده، دانشنامه جهان اسلام. و ایشون خیلی حمایت کردن از این دانشنامه جهان اسلام. دارالمعارف تشیع هم ادامه پیدا کرد تا آخر 7-8 جلد شد. این به پایان رسید؟ بله اون به پایان رسید، ولی دانشنامه جهان اسلام هنوز دائره که محلش هم در چیز میدون فلسطینه. بله. آقای دکتر حداد اداره میکنن. شما حالا در این سالها، یعنی بعد از این برهه، ریاست انجمن آثار مفاخر فرهنگی رو به عهده داشتید. مرحوم آقای شخص شریفی بود، آدم متدین و علاقمند به علم بود. و یه وقتی آقای همایی منو بردن پیش همین سپهبد آقبلی، چون آقای همایی مشاورشون بود، گفت تا به حال اون مشورتهایی که با من میکردید، من دیگه پیر شدم نمیتونم بیام، از این جوان میتونین استفاده کنین. منو معرفی کردن که زمان آقبلی هم من در حقیقت مشاور انجمن آثار و مفاخر بودم، منتها بیشتر توجه اون زمان ها به آثار بقا و آرامگاه ها بود. ولی بعدن ما بیشتر روی تألیفات دانشمندان متمرکز شدیم.
تا این سالهایی که فعالیت داشتی بعدم بزرگداشت‌ها ما در حال 200 تا بزرگداشت گرفتیم، برای هر کدوم هم جزوه چاپ کردیم. این سابقه نداشت و اولین بارش هم من برای مرحوم همایی بزرگداشت گرفتم. بعد دیگه آوردیم رو شماره، گذاشتیم رو بزرگداشت‌ها برای استادان حوزه خودم، آشپزخانه آمولی، آقای شهرانی، آقای آسی کاظم عصار اینا، و همچنین استاد دانشگاه دکتر معین و همایی فروزانفر. فکر کنم 200 تا جزوه ما چاپ کردیم، در ایران بی سابقه بوده و همینطور ادامه داره. و ما فکرمون اینه که برای نسل جوان یه الگو میبایست داشته باشه. خب باست اینا رو معرفی کرد، اینا در گمنامی از دنیا برن، هیچ کس هم نشناسه، چه فایده ای؟ از این جهت بود که ما در این کار خیلی موفق بودیم و شماره گذاشتیم بزرگداشت‌نامه هامونو. از یک گرفته آشخادی نجم‌آبادی بود که همین شیخ هادی به اسم اونه دیگه، تا الان به 200 رسیده، 200 جزوه. الان هم که شما رئیس هیئت مدیره اونجا. من رئیس هیئت مدیرش هستم و آقای دکتر بلخاری ادارش رو عهده دارم. دکتر، شما بین شخصیت‌های معاصر ایرانی یک ویژگی دارید که خیلی برای من جذاب اینه که شما علاوه بر اینکه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران عضویت دارید، در فرهنگستان‌های کشورهای مثل مصر و سوریه و هند هم اردن عضو هستید. و این عضویت از چه جهت به شما رسیده؟ من رئیس فرهنگستان مصر، دکتر ابراهیم بدکور، ما با هم در کنگره‌های بین‌المللی بودیم. خب دید من عربی دان هستم، من عضو فرهنگستان مصر که من یگانه ایرانی هستم که عضو فرهنگستان مصر هم، مجمع اللغه العربیه اسمش هست، فرهنگستان زبان عرب مصر. بعدم در اردن امیر حسن ولی عهد اردن آشنا شد با من، اونجا رئیس بود و ما رو به عنوان عضو اونجا و همچنین عضو فرهنگستان دمشق و در هند هم چند سفر که رفته بودم. خب علتش این بود من به هم عربی مسلط بودم هم به انگلیسی، خودش مایه این بود که خب مثلا توانستم در هندوستان سخنرانی های متعدد بکنم، اونه که عضو فرهنگستان هندم شدم. با توجه که شما در دانشگاه متعددی درس دادین و همونطور که فرمودین در چندین و چند نهاد آکادمیک خارج از ایران عضویت داشتید، هیچ وقت به ذهنتون رسید که برید و در خارج از ایران زندگی کنید و مهاجرت کنید با توجه به امکاناتی که احتمالاً برای شما فراهم بوده؟ نه، هیچ وقت، هیچ وقت. من 1940 تا 42 استاد دانشگاه لندن بودم دیگه، گفتم و هیچ وقت فکر نبودم که ایران رو رها بکنم و برم اونجا. و حتی دانشگاه مگیل هم همیشه کرسی باز بود برای من هر وقت برم اونجا، برای هیچ وقت. این از علاقه شما به ایران نشأت میگیره؟ بله، من اینجا تربیت شدم، اینجا درس خوندم، درس حوزه‌ای خوندم، درس دانشگاهی خوندم. چرا خود ابناء وطن ما محروم باشن از ما بریم سودمون به کشورهای دیگه برسه؟ هیچ وقت به فکر این که برم اقامت بکنم نداشتم هیچ وقت. آیتون، شما سالهای سال تدریس کردید و به قول خودتون به زی معلمی بودید. این معلمی چه سری داره که شما سالها تدریس کردید و هنوز هم شاید پراکنده دارین تدریس میکنید؟ خب من در مرحله اول دروس حوزوی خوندم بر اساس این بود که میخواستم مانند پدرم واعظ بشم، اهل منبر بشم، مثل آقای فلسفی، آقای راشد. ولی بعد ترجیح دادم که استاد دانشگاه بشم. خب اونم در حقیقت در با اون هر دو در یک مقوله قرار میگیرن، با این تفاوت که آدم واعظ
مستمعینش متفرقن، دانشگاهی هستن، غیر دانشگاهی هستن، تاجر، کاسب فلان، ولی دانشگاه یه رشته خاصی را آدم درس میده که یا فقه یا اصول یا فلسفه است یا کلامه. این بود که من به واسه یا واعظ شده باشم مثل مرحوم پدرم یا اینکه استاد دانشگاه شده باشم، که این دومی رو من انتخاب کردم. و خود این استادی و معلمی هم برای شما جذابیت داشت؟ خب بله، من هم تا این ماه گذشته درس میدادم در مؤسسه چیز تاریخ اسلام، رئیسش آقای اسد هادی خامنه ای هستن. یه درس شنبه ها میدادم، یه درسم دو شنبه ها میدادم، ولی علاقه دارم به درس دادن. همسر شما خانم نوشافری انصاری هستند، این بانو در زندگی شما چقدر اثر داشته؟ خیلی اثر داشتن، چون که ایشون زباندانن، انگلیسی میدونن، انگلیسی درجه یک، کتابشون ترجمه از انگلیسی به فارسی برنده جایزه شد، از لوح تقدیر از آقای خامنه ای گرفتن، انگلیسی میدونن، فرانسه میدونن، روسی میدونن و کمتر کسی هست که این زبان ها رو بدونه و خب کمک به کارهای من بودن همیشه و رشتهشون هم استاد رشته کتابداری بودن در دانشگاه تهران، بازنشسته استاد بازنشسته دانشگاه تهران هم و الان هم مدیر دبیر شورای کتاب کودک هستن که دارت المعارف دارن درمیارن، فرهنگنامه کودکان نوجوانان که خانم میرهادی پایگذاری کرد، پایگذارش بودن و ایشون هم ادامه دادن و باید این تو هر مدرسه باشه، به زبان ساده، جنبه فلسفی داره، کلامی داره، تاریخی داره. این روزها شما تصحیح متن یا کتابی چیزی در دست ندارید؟ دیوان ناصر خسرو رو من شرح کردم، شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو دو جلدش در آمده، سه جلد دیگه‌ش هم در آینده در خواهد آمد که بشه پنج جلد. که لغات مشکل شرح داده شده، چون دیوان ناصر خسرو هم فلسفه است هم کلامه، میگه عالم قدیمی سوی دانا مشن و محال دهری شیدا را. احتیاج به شرح داره. قدیم چیه؟ قدیم و حادث از اصطلاحات فلسفیه. دهری کیه؟ دهر از کجا آمده؟ کلمه قرآنیه. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. شرح لازم داره. یا مثلا اسامی اشخاص که میاد تو دیوان ناصر خسرو، یا چه گویی سرای پیغمبر جزء بی دانشی فروخت عقیل. خب یا آدم عادی که عقیل کیه، چیه، کجا بوده، سرای پیغمبر کجا بوده، کی عقیل فروخته، برای چی فروخته. فرض کنید که میگه خیبری را خط آزادی ز پیغمبر که داد، جز علی کو بود وزیر هوشیار این ناسبی، فخر بر دیگر جهودان خیبری را خط اوست. پیغمبر اکرم املا کردن، حضرت علی ابن ابی طالب نوشتن، تسهیلاتی برای یهودیان خیبر در این نامه آمده. خب اینا همه شرح لازم داره، اگه جزء فرهنگ ماست احتیاج به شرح داره. اونجا که اسم عقیل رو میاره، خب آدم بس بگه عقیل کی بوده، سرای پیغمبر کجا بوده، کی فروخته، برای چی فروخته. پیغمبر وارد مرکه شده گفتن ما ترکه لنا عقیلون مندار، عقیل که برای ما خانه ای نذاشت. خب اینا باز شرح بشه. اینه که دو جلدش در اومده، شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو، سه جلد دیگه هم داره که عمری اگه باشه تمامش بکنیم انشاءالله سلامت باشید. آقای دکتر، آخرین سوالم این که شما امروز در 90 سالگی هستید، از حال و هوای 90 سالگی برای ما بگید، این تجربه که تا این چند دهه به دست آوردید و چه تجربه‌ای رو میتونید در واقع توصیه کنید به نسل جوان؟ خب به نسل جوان توصیه ما اینه که همیشه در کلاسم گفتم خب این مملکت حافظ داره، سعدی داشته،
مولانا داشته، ابن سینا داشته. ما نمیتونیم بگیم یه وقتی این مملکت مشمول رحمت خداوند بوده ولی بعد دیگه رحمت خداوند از این مملکت قطع شده، خب باید این نسل جوان این راه رو ادامه بدن. ما نگیم که دیگه هر کسی، هر عالمی که میمیره بگیم جانشین نداره. الان تو روزنامه می‌نویسن فلان عالم، حالا چه استاد دانشگاه چه روحانی، جانشین نداره. این اقرار به خفت یک مملکته که یک دانشمندی سابقا میگفتن که باعث دانشمندی اگه در 30 سال یه علمی رو دست میاره این رو در 20 سال به شاگردش یاد بده. و علت این که متأخرین باسوادتر از متقدمین هستن همین بوده. ولی حالا برعکس میگن که نه فلان آیت الله فوت کرد دیگه، نه آیت الله بروجردی دیگه نظیر نداره بدون جانشینه، فلان استاد فوت کرد بدون جانشین. اقرار به خفت و خاری یک علمی یک مملکت بوده که حتی بزرگترین فرهنگ عربی به عربی زبان عرب رو ایرانی نوشته. فیروزآبادی ما رفتیم بزرگداشت براش گرفتیم که وقتی کتاب قاموس رو نوشت رفت پیش عرب ها گفت خذوا لسانکم من ید رجل اعجمی. اونا ما میگن اعجمی یا اعجم، یعنی گنگ و لال، یعنی خواست بزنه تو سرشون. او میگه چی؟ کتاب قاموس رو وقتی نوشت برد اونجا گفت خذوا لسانکم من ید رجل اعجمی، زبان خودتون از یک آدم که شما میگین بی زبان هست یاد بگیرین. خب این همه دانشمندان در علوم مختلف ما داشتیم، سعدالدین طفتازانی صاحب کتاب متول یا نمیدونم دانشمندان دیگر. خب نمیشه بگیم که یک زمانی رحمت خداوند شامل این مملکت میشده ولی دیگه الان رحمت خداوند قطع شده. یعنی تلاش میخواد برای اینکه نسل جوان انگیزه پیدا بکنه، کوشش بکنه، جای اونها رو بگیره. بگیم خب یه زمانی ما حافظ داشتیم، سعدی داشتیم، مولانا داشتیم، ابن سینا داشتیم، فارابی داشتیم، شیخ شهاب‌الدین سهروردی داشتیم، هیچی الان شدیم بیابان قفر، بیاب و علف مثل اوگندا. درسته که ما که این همه صاحب فرهنگ بدیم بگه ما مثل نیجریه هستیم، گمبیا هستیم که هیچی نداشتن. بالاخره باید این رو به نسل جوان تفهیم کرد که ما با نمیدونم نیجریه فرق داشتیم، با سودان فرق داشتیم. تمام کشورهای اسلامی رفتم، هیچ کشوری مثل ایران نیست که این همه دانشمند در خودش در رشته های مختلف. ابونصر فارابی کتاب داره درباره موسیقی، ترجمه شده، الموسیقی الکبیر. اینه که باید نسل جوان تشویق بشن، انگیزه پیدا بکنن، آشنا بشن. هدف از بزرگداشت‌هایی که ما در انجمن آثار و مفاخر میگیریم همینه که بشناسن بزرگان مملکت رو، رد نشن که بگیم خب ما مثل اوگندا هستیم، ما مثل گمبیا هستیم، مثل نیجریه هستیم، مثل سودان هستیم. نه بابا، ما این همه دانشمند داشتیم، فرهنگ داشتیم، شوی مرتبه قطع بشه. و یه نقل قولم از شما الان به خاطرم اومد که گفته بودید که از این تجربیاتی که از سرگذراندید راضی هستید از زندگیتون، چه مادی و چه علمی، و به هر حال احساس رضایت کردید از این مسیری که تا 90 سالگی گذراندید. نارضایتی نداره. بهترین استادا رو من داشتم. برای ادبیات رفتم مشهد پیش ادیب نیشابوری که در عربیت از دانشمندان الازهر با سوادتر بود. خب یه چه کسی داشت. در فلسفه اینجا مرحوم آقای منطقه آمولی که همون وقت استاد آقای جوادی آمولی و آیت الله حسنزاده آمولی هم بود. من وقتی عمامم رو برداشتم گریه کرد. همین آقای منطقه آمولی گفت خاک بر سر ما که نمیتونیم شما رو نگه بداریم. منم یک جوابی دادم که هنوزم اواخر عمر یادش بود. گفتم حضرت استاد، شما با همون دوتا
دو متر کرواسی که من رو کلم گذاشته بودم می‌خواستین من رو نگه بدارین، شما با اثری که در داخل این گذاشتین من رو نگه داشتین. وقتی من تعلیقاتی که ایشون بر حاج ملهادی سبزواری نوشته بودم به انگلیسی ترجمه کرده بودم در نیویورک چاپ شد، متوجه میشی؟ هیچ آخوندی نبوده که اندیشه‌هاش به انگلیسی چاپ بشه و در نیویورک چاپ بشه بهش نشون دادم. خودشون گفت من درباره شما اشتباه خیال ما عمامون برداشتیم که بریم خوشگذرانی و ولگردی و اینا. بهترین معلمین تهران من پیشون درس آموزار رخصن شهرانی خونش خیابونه سیروس بود، میرفتیم خدمتشون درس میخوندیم. آشغانتی آمولی چهارراه حسن آباد بود، خودشون هم پیش نماز مسجد مجد بودن که همونجاست، چهارراه حسن آباد. آسد کاظم عصار بهترین استادها رو داشتیم اینجا، چه در فلسفه چه در کلام. امیز من دلی مدرس تبریزی که من استاد فقه من بودن تو مدرسه سپه سالار قدیم اتاق داشتم. تازه اون روشی که از این آموختم ارزشش بیشتر از اون علمی بود که از اون آموخته بودم. امیز من دلی تبریزی توی مدرسه سپه سالار قدیم که پشت مروی هست اتاقی داشت. من ساعت 7 موقع درس ما بود، من گاهی زودتر میرفتم، 6:30 اونجا بودم. از اتاق طلبه هم پرده مرده نداره، از شیشه دیده میشه. مثلا ببینم استاد بیدار خوابه، نگاه میکردم هیچ وقت ندیدم که این یک پاش دراز باشه. خب ببینی خودش درسه، متوجه میشید؟ بله. آقا کسی تو اتاقش خوابیده بوده، من روش هم 5 صبح که بودم میشه نماز بخونه، اینه دیبره خودش چهار زانو میشینه، این خودش درسی به آدم میده که این پا یک دفعه نهیدم مثلا یه پاشو در اتاق شدیه خب اینجا خوابیده بوده. پس من روشه یستم ساعت 4:30 که بودم میشه نماز بخونه، خودش برای خودش دو زانو میشینه، متوجه شدین؟ نکته هست دیگه، کسی نبود. من دوزدکی نگاه میکردم از پنجره، بودم دو چهار زانو نشسته. این خودش به خودش احترام میکرد. روی شرحالش نوشتم، بزرگ داشتم براشون گرفتم، جزم کار کنم ارزش اون چیزی که از بزرگی و متانت و بزرگواری من ازش یاد گرفتم ارزشش بیشتر از اون فقه نمیدونم چیز بود که طهارت و صلات و اینا پیششون خونده بودم. خب بزرگانی بودن که الحمدلله من سعادتی داشتم در بهترین ایام از زندگی که اون وقتی که من پیش اینا درس میخوندم هنوز 20 سالم نشده بود، بهترین استاد بودم. هیچ جای شانس چنین شانسی نصیب من نمیشد که در اون سن بهترین دانشمندترین استاد رو من داشته باشم. کمتر کسی هست که این شانس داشته باشه، برای چرا ناراضی باشم؟ خب آیت موقع خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و با ما گفتگو کردید. خواهش میکنم. بینندگان عزیز متشکرم که با ایرنا و تجربه ایرانی همراه بودید.